فرانسه اقداماتی را با هدف مبارزه با افرادگرایی و نشر افکار تروریستی انجام داده است بهترین این اقدامات تهیه تصویب و اجرای لایحهای موسوم به حمایت از اصول جمهوری بود اما به نظر میرسد این قانون مشکلات فراوانی به بار آورده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد فرانسه که به عنوان یکی از دموکراتیک ترین کشورهای جهان شناخته می شود ممکن است در حال از دست دادن این جایگاه باشد. در همین راستا وزیر کشور فرانسه با اذعان به تشدید حملات اسلام ستیزان در کشورش خواستار حمایت از مسلمانان شد. جرال درمانین وزیر کشور فرانسه در اقدامی بی سابقه رفتارهای اسلام ستیزانه و نفرت انگیز در کشورش را محکوم کرد. و آن را مغایر با ارزش های جمهوری فرانسه خواند. در پی هدف قرار گرفتن مسجدی در روستای لامور در ایزار در جنوب شرقی فرانسه و کشیدن نقاشی ها و نوشتن مطالبی ضد مسلمانان در خیابان های شهر شاتو گونتی فرانسه وزیر کشور فرانسه در توییتی در حساب کاربری خود در توییتر خواستار حمایت از مسلمانان شد ساکنان شاتو گونتیه در استان مین در شمال غرب فرانسه از نوشته های ضد اسلامی و مروج نازیسم بر روی دیوارهای برخی خیابانهای این شهر قافلگیر شدند و شورای شهر و اهالی تمایل خود را برای طرح شکایت اعلام کردند همچنین مسجدی متعلق به یک انجمن فرهنگی در روستای لامور در حدود سی کیلومتری گرنوبل نیز دوشنبه هفته گذشته توسط افراد ناشناسی آسیب دید که زباله ها را در به مسجد ریختند و صندوق پستی مسجد را تخریب کردند. در زمان تصویب این لایه برخی سیاست مداران جناه چپ در فرانسه ابراز نگرانی کرده بودند که این لایه ممکن است ابزاری برای برچسب زدن به مسلمانان تبدیل شود. حتی سنبرونبک فرستاده آمریکا در امور آزادی های دینی هم با انتقاد از این قانون گفته بود وقتی شدت عمل نشان دهید اوضاع میتواند بدتر شود حالا فرانسه در حال تعطیل کردن مساجد و ممنوع نمودن فعالیت های اجتماعی گروه های مسلمان به دلایل مختلف است جایی که کارشناسان بسیاری از این تعطیلیها یا ممنوعیت ها را با دلایل سیاسی مرتبط می دانن و نه دلایل دینی.